ما تنها دروغ‌های علمای شیعه در کتاب‌هاشون و در روایت‌هاشون و در شبکه‌هاشون و در مسائل دینی و مذهبی خلاصه نمیشه. همه چیز مردم به بازی گرفتن. خمسی که برای غنیمت از کفار الله سبحانه و تعالی تعیین کرده بود، این رو الان با دروغ‌ها، با روایت‌های جعلی از مردم خمس کسب و کار میگیرن. صیغه‌ای رو که پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام کردن، این رو امروز به عنوان یک وسیله‌ای برای شهوترانی دارن ازش سوء استفاده میکنن. اگر جای رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو بیان کرده، میان از این امامت رو استنباط میکنن و بعد از اون دیگه راحت همه این اعتقادات باطلشون رو به خورد مردم میدن. همین روش، همین دروغگویی همچنان ادامه داره، چه در رسانه هاشون، چه در دولتشون، چه در مجلسشون، در حوزه های علمیشون، در خبرگزاری ها و روزنامه هاشون. و ما در برنامه امشب نمونه ای از این دروغ ها رو خدمت شما عزیزان نشون میدیم و همچنین گذری خواهیم داشت بر قضیه ادعایی که شده بود که تجاوز صورت گرفته به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده. ما میدونیم که اینها در دینشون، در مذهبشون، یکی از عبادت‌های خیلی مهمی که انجام میدن اینه که راحت میتونن به مخالفینشون تهمت ببندن. هر چی که دوست داشته باشن میتونن به اونها نسبت بدن و به آنها توهین بکنن، اهانت بکنن و برای این کارم اجر و ثواب از الله سبحانه و تعالی میخوان. و دوستان اگر این سفر رو نشون بدن، این کتاب مصباح الفقاهه است فی المعاملات، میگه که حرمت غیبت مشروطتون بالایمان، حرمت غیبت مشروط بر ایمان است. و ایمان در اینجا گفته کی است؟ المراد من المؤمن هنا من آمن بالله و برسولی و بالمعاد و بالعیمت الاثنى عشر. مراد از مؤمن کسی است که ایمان به الله داشته باشه، به رسولش داشته باشه، به معاد داشته باشه و به دوازده امام. اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم الحج المنتظر عجل الله فرجه. میگه که این ائمه اثنی عشر هم اولشون علی ابن ابی طالب است و آخرشون امام زمان هست، که دعا میکنه که خداوند اینها را از اعوانهی و انصارهی قرار بدهد. و ما انکر واحدا منهم جازت غیبته لوجوه. میگه اگر کسی یکی از این امامان رو انکار کرد، غیبت کردنش جاهز است. و دلیل الوجه الاول انه ثبت فی الروایات، در روایات ثابت شده که والعدیتی و زیارات، بر دعاها و زیارت نامه ها که جواز لعن المخالفین، جایز است که مخالفین رو لعن بکنیم. و وجوب البراءتی منهم، واجب است که از اونها اعلان براءت بکنیم. و اکثار سب علیهم، به اونها فوش بدیم. شاید بارها دیده باشید اینجا زنگ میزنن، فوش میدن، توهین میکنن. اینا در حقیقت دارن عبادت میکنن. وقتی اینجا زنگ میزنه به من توهین میکنه یا به یکی از دوستان در این شبکه یا بقیه شبکه های مخالفین اینها، در حقیقت مثل اینکه شما برید نماز شب بخونید، تهجد بخونید یا پنج وقت نماز فرضتون رو ادا بکنید، روزه بگیرید، زکات بدید، اینا عبادت است در نزد مسلمان ها. در نزد دین رافضه‌گری لعن کردن عبادت است، فحش دادن عبادت است، غیبت کردن عبادت است، بهتان زدن عبادت، دروغ بستن عبادت است. به مخالفینتون هر چقدر میخواید دروغ ببندید،
شما هر چقدر که بیشتر دروغ بگید در این مذهب، بهتان بزنید، غیبت بکنید، به همون اندازه بیشتر به خداوند نزدیک میشید. البته اون خدای کنو بهش اعتقاد دارن. و اتهامهم، اونا رو متهم بکنید. ببینید، و اتهامهم، تهمت زدن. باور بکنید که یعنی در دین آتش پرستی، در دین زردشتی، در دین گوساله پرستی، در دین گاو پرستی، در نزد کمونیست ها، در نزد یعنی حتی عرب های زمان جاهلیت، در هر ملتی، در پیش سرخپوست های آمریکایی، در پیش اون انسان هایی که بدور از همه تمدن در جنگل های آمازون زندگی می کنند، در پیش همه بشریت، تهمت زدن یک کار خوبی نیست، حتی ولو که به خدا ایمان هم نداشته باشن. میگه این از به اصطلاح اون شرف و اخلاق بشری نیست که کسی به کسی تهمت بزنه. اما در دین رافضه‌گری تهمت زدن عبادت، قربتن الالله تهمت میزنن. و وقیت فیهم، و وقیت فیهم یعنی که غیبت اونها، لانهم من اهل البدع و الريب، به خاطر اینکه اهل بدعت و اهل شک هستن. بل لا شبهت فی کفرهم، بلکه هیچ شکی وجود نداره که اینها کافر هستن. کیا کافر هستن؟ کسی که از علی تا امام زمان یکی از اینا رو انکار بکنه، من انکر واحدا منهم جازت غیبته، کسی که یک امام رو انکار بکنه کافر است. به خاطر چی؟ لان انکار الولایه والائمه حتی واحدا منهم والاعتقاد بخلافت غیرهم و بالعقائد الخرافیه کالجبری و نحوهی یوجب الکفر و الزندقه. میگه به خاطر اینکه انکار یکی از امامان، حتی یکی از آنها، و اعتقاد داشتن به خلافت غیر آنها، یعنی به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، و به عقاید خرافی، عقاید به صلاح عامه مسلمان ها عقاید خرافیه، یا جبر و نحوهی، این واجب میکنه بر اینها کفر و زندقه رو. و تدل علیه الاخبار المتواتره الظاهره فی کفر منکر الولایه، که میگه این اخبار متواتر آشکار ثابت میکنه بر کافر بودن منکر ولایت. و کفر معتقد بالعقاید المذکوره، و کافر بودن کسایی که به این عقایدی که در بالا اشاره شد، کسی که ابوبکر و عمر و عثمان رو خلیفه بدونه. و ما یشبه ها من الضلالات، و مثل این از گمراهی ها. حالا وقتی که تهمت زدن و غیبت کردن جایز باشه، من این تصویر رو خدمتتون نشون میدم. دوستان عزیز این تصویر رو نشون بدن. این خبرگزاری مهر هست. خبرگزاری مهر، خبرگزاری میشه گفت شبه رسمی است در ایران. ما فقط یکی رو انتخاب کردیم خدمتون، و همه خبرگزاری اینا تقریبا رسمی و نیمه رسمی این خبر رو آوردن که مفتی عربستان خوردن گوشت همسر مباح است. در اینجا میگه که عبدالعزیز آل شیخ مفتی جنجالی عربستان سعودی با صدور فتوای جدیدی خوردن گوشت همسر را برای مرد مباح اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل روزنامه القدس العربی، وی در توجیه فتوای عجیب خود گفت: در صورتی که شوهر احساس گرسنگی کند که این گرسنگی منجر به مرگ وی شود، جایز است که بخشی از گوشت بدن همسر خود را بخورد. وی افزود که این امر در چارچوب ضرورت اطاعت محض زن از همسر خود قابل قبول است. فتوای جدید مفتی عربستان با واکنش‌های متفاوتی از سوی جهان عرب مواجه شده و بسیاری از نخبگان و اندیشمندان عرب این فتوا را محکوم کردند. پیش از این عبدالعزیز آل شیخ با صدور فتوای دیگری ازدواج دختران کم سن و سال با مردان سالمند را جایز دانست. خب این روزنامه مهر و سران ایران این عمل رو که انجام دادن، در حقیقت دارن عبادت میکنن، طبق همون فتوایی که در منهاج الفقهاء که براتون خوندم، در حقیقت دارن یک عمل خیلی شایسته انجام میدن. چون به مخالفین خودشون تهمت میزنن. همون روزی که این خبر نشر شد، دوستان ما در بخش پژوهش پیگیری این خبر رو گرفتن و به دفتر مفتی اعظم عربستان سعودی ارسال کردن، و ایشون هم در صفحه رسمی خود ساعتی بعد از نشر این دروغ رسانه‌های ایرانی این جواب رو نشر کردن. دوستان نشون بدن.
فضیلت مآب مفتی عام عربستان سعودی و رئیس هیئت کبار علما و اداره های بحث و تحقیق علمی و افتا شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، فتوایی که بهشون نسبت داده شده را باطل اعلان نمود که در این فتوا به ایشان تهمت زده شده که خوردن گوشت همسر برای شوهرش جایز است اگر که احساس گرسنگی شدید بکند، و ایشان تاکید کردند که آن چیزی که به ایشان نسبت داده شده از اراجیف و دروغ‌هایی است که هدف از آن مشغول کردن مجتمع اسلامی به قضایای جانبی است و منصرف کردن آنها از قضیه اساسی، در این زمان که امت اسلامی نیاز دارد که در کنار رهبران خودشان باشند و در ضد کسانی که هدفشون نابودی اسلام و مسلمان هاست عمل بکنند. و همچنین این ایشون در گفتگویی که با آژانس خبررسانی رسمی عربستان سعودی داشتن، این فتوایی که به ایشون نسبت داده شده را دروغ، افترا جملتاً و تفصیلاً دانستن، و همچنین در این رابطه گفتن که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اگر ای کسانی که ایمان دارید، اگر یک گروه فاسقی یا فاسقی برای شما خبری را آورد، شما در این مورد تبیین بکنید، تحقیق بکنید یا تثبت بکنید قبل از اینکه به قومی ضرری برسانید به سبب جهلتان و از آن کاری که انجام داده اید نادم و پشیمان شوید. این از صفحه رسمی عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، مفتی عام مملکت العربیه السعودیه و رئیس هیئت کبار العلماء و اداره البحوث العلمیه والافتاء، از صفحه رسمی ایشون این بیانی است. حالا وقتی که ما یک کمی سرچ کردیم که ببینیم اصل این قضیه چیه، این فتوا، اینا که داد میزنن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر غرب و مرگ بر شرق، این مطلب رفتن از روزنامه القدس العربی که یک روزنامه مخالف دولت عربستان سعودی است و در لندن چاپ میشه زیر نظر حکومت بریتانیا، رفتن از اونجا گرفتن. عبدالباری اطوان فکر کنم مدیر مسئولش هست، شخصی فلسطینی الاصل از دشمنان عربستان و حکومت عربستانه، و این شخص در اونجا روزنامه‌ای داره به نام القدس العربی و همیشه اکثر این دروغ‌هایی که نسبت داده میشه در این روزنامه چاپ میشه. از همه جالب‌تر اینه که شخصی تونیسی فکر کنم یا الجزائری، ایشون میگه من به خاطر مزاح، به خاطر شوخی این مطلب رو تو صفحه شخصی هم در توییتر یا در فیسبوک میگه نوشته و گفته من تعجب میکنم که چطور آژانس‌های رسمی و خبرگزاری‌های رسمی و روزنامه‌های رسمی میان این حرف‌ها رو بدون تحقیق، بدون تبیین میان نشر میکنن و دچار این اشتباه بزرگ میشن. علی کل حال همونطوری که گفتیم این عبادتی است که در دین شیعه جایز است، در دین رافضه‌گری، و تهمت زدن، دروغ بستن، اهانت کردن، سب، لند، اینا جزء عبادات محسوب میشه. نمونه دیگری رو از خدمت شما بزرگواران از شبکه العالم، شبکه عربی زبان ایران، از صفحه رسمیش در توییتر خدمت شما عزیزان نشون میدم. در اینجا این دروغ رو آورده که صحف سعودیه تفاقم ازمه المياه بالمدينه المنوره، یعنی مشکل آب نوشیدنی در مدینه منوره رو اینجا آورده، این تصویر رو هم گذاشته و در صفحه رسمی خودش. شما فقط اخباری که در باره عربستان سعودی، مثلا فقط در مورد عربستان سعودی در روزنامه‌های شیعیان ایرانی و افغانی، چون بیشتر به زبان فارسی روزنامه دارن، فقط برید در روزنامه اینها این اخبار رو بخونید، بعد برگردید بیایید در مصادر اصلی عربستان سعودی مثلا در مورد این اخبار جستجو بکنید. یعنی من قول بهتون میدم که روزانه شاید بیش از 20-30 خبر دروغ در روزنامه‌های رسمی اینا در این مورد پخش میشه. حالا این تصویر دوستان خوب به ذهنشون بسپارن، بریم رو تصویر اصلی که حقیقت چی است. در حقیقت اینا رفتن از
خبرگزاری یمن پرس از صفحه رسمی خبرگزاری آژانس خبررسانی یمن از اونجا رفتن تصویری رو که متعلق به کمبود آب و در اینجا گفته که هزاران خانواده یمنی یقضون یومهم فی جلب الماء، روز یک روز کامل رو در به خاطر به دست آوردن آب نوشیدنی صرف میکنن و این تصویر رو از اینجا گرفتن و بردن در اونجا در تهمت به اصطلاح یا خبری نسبت به عربستان سعودی و مدینه منوره در اونجا گذاشتن. ببینید تا چه حد اینا یعنی پست هستند در تعاملشون با مخالفینشون. حتی همین مرض به شبکه های وابسته به ایران و شبکه هایی که از طرف ایران تغذیه میشن، از طرف سفارت ایران چه در افغانستان، در تاجیکستان، در جاهای دیگه، همین دروغ ها و همین توهین ها رو در این شبکه ها هم اینها پخش میکنن که من تصویری رو انشالله نشون میدم خدمت شما عزیزان که در همین شبکه های مثلا شبکه یک از شبکه های کابل هست که در این شبکه اینا مزدورند، نوکرند، هر کی که پول بیشتر بده برای اون خدمت میکنن، اگر ایران بیشتر داد برای ایران، اگر آمریکا بیشتر داد برای آمریکا. در اینجا جالبه که گزارشی دارن در مورد قضیه حمایت افغانستان از حمله عربستان سعودی به یمن. ببینیم که این گزارش چقدر جالب است. حکومت افغانستان از موقف عربستان سعودی در برابر شورشیان حوثی در یمن واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشته است. حکومت افغانستان می‌گوید این موقف‌گیری به دنبال مشوره با شورای سرتاسری علما، رهبران سیاسی و جهادی و شورای امنیت ملی گرفته شده است. این مقام حکومت افغانستان اما می‌گوید فیصله شورای امنیت ملی این بوده که کابل خواهان پایان یافتن درگیری‌های روان در یمن از طریق صلح‌آمیز و با پادرمیانی سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی است و هیچ پشتیبانی از حمله نظامی عربستان سعودی بر یمن نشده است. سوی تعبیر شده است فیصله شورای امنیت هیچ گونه تاییدی بر جنگ وجود نداشته و گفته شده که باید صراحت گفته شده در جلسه که از سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شود که جنگ خاتمه پیدا بکنه و مصیبت های مردم یمن بیشتر از این دوام نکنه. در اعلامیه حکومت افغانستان تاکید شده که افغانستان در صورت بروز هر نوع تهدید برای دفاع از حرمین شریفین با تمام نیرو در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. اما معاون ریاست اجرایی تاکید می‌ورزد که هیچ تهدید متوجه حرمین شریفین نیست. مسئله حرمین شریفین خوب در صورتی که کدام خطر متوجه شود، در حالی که یمن مسلمان است به حرمین شریفین کدام خطر نیست و تازه جنگی که دوام داره در عدن است که او هزاران کیلومتر از حرمین شریفین فاصله داره. این اصلا موضوعیت نداره. این موضوع الله اکبر. آقای محقق هم بله، این آقای محقق همونطوری که افغان‌ها میشناسن از جنایتکاران حزب وحدت هست، همون کسایی که قبلا زنان اهل سنت رو لخت کرده بودند در زیرزمینی‌های کابل در مناطق زیر سیطره خودشون به اونها تجاوز گروهی میکردن. این همون شخصی است که افرادش دیروز به سر اهل سنت میخ میکفتند در ایستهای بازرسی که در مناطق مختلف درست کرده بودند. این رهبر همون گروهی است که دیروز در مناطق هزارجات افغانستان وقتی که مجاهدین برای جنگ با روس ها میرفتند گوشت سگ رو میپختند به اونها میخوراندند، به زور چای سردشون رو با هزاران روپیه پاکستانی و افغانی میفروختن برای مجاهدین، باج میگرفتن، جزیه میگرفتن، از سلاح‌های مجاهدین به زور میگرفتن و در طول جهاد غیر از درگیری‌های داخلی، غیر از ضربه زدن از پشت بر مجاهدین هیچ کار دیگری اینا نکردن. و امروز این جنایتکار وحشی دیروز اومده فرشته صلح و به اصطلاح استقرار و امنیت و حرفاش، ببینید انگار چهرهش ببینید مثل مردایی که از قبر دوباره در آورده باشن، اومده داره اظهار نظر میکنه در مورد یمن و عربستان سعودی.
منتها جالب این صحنه هایی است که در این تلویزیون نشان داده میشه. خوب دقت بکنید، صحنه های بمباران و جنایت های بشار الاسد در سوریه رو گرفته، رو گزارشی که از یمن تهیه کردن گذاشتن. خوب دوستان دقت بکنن به این تصاویر تا خباثت این قوم برای شما آشکار بشه. زیاد نداره این موضوع. الله اکبر. آقای محقق، همچنان حمله بفهمید کدوم خطری نیست؟ نظامی ائتلاف کشورهای عربی بر رهبری عربستان سعودی بر یمن را تأسف‌بار و نقض قوانین جهانی می‌داند. حمله که سر یمن شد یک چیز حیرت انگیز و تأسف‌بار است. یک کشوری همسایه سر یک کشور دیگر با تمام قوا حمله کنه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و بدون یک دلیل موجه، این بسیار به نما شوک‌آور و حیرت انگیز بود. و این رسم شدن ایسته که هر زوری کمزوری را باید بزنن و بکشن و قتل عام کنن و این تقریبا بر هم خوردن نظام بین الملل است. بسیاری ها نبرد. این تصاویر هم تصاویری است از سوریه، از جنگ های سوریه است که این رو هم نسبت میده به یمن. و اون تصویری که قبل از این بود که بمب های بشکه‌ای رو مینداختن رو حلب و ادلب و این مناطق، که همه اینا رو نسبت میده که هواپیمای عربستان سعودی دارن در یمن این کارو میکنن. در یمن را جنگ نیابتی میان عربستان و ایران میدانند. باورها هم بر این هستند که شورشیان شیعی حوثی از سوی ایران پشتیبانی میشوند و عربستان هم از حکومت خلع شده منصور هادی پشتیبانی میکند. حالا برخی نهادهای جامعه مدنی میگویند کابل به گونه شد. بله، این تصاویری که دیدید از تلویزیون یک بود در کابل، تلویزیونی که از سفارت ایران و همچنین از سفارت آمریکا و غرب تغذیه میشه، به ساز اینها میرقصن و دشمنی خاصی هم با اسلام و با مسلمان ها دارن، مانند تلویزیون طلوع و بقیه تلویزیون هایی که از طرف ایران کمک میشه در افغانستان. جالبی بود که این صحنه های سوریه رو آوردن در مورد یمن دارن نشون میدن. در مورد قضیه تجاوز به نوجوان، دو نوجوان ایرانی، اولا که امروز عربستان سعودی طی بیانیه‌ای اظهار کرد که بعد از اینکه شکایت رسمی دریافت کرده از طرف ایران، این دو نفری که متهم شدن به مقام‌های امنیتی سپرده شدن برای تحقیقات. و ما می‌دونیم که هر انسان عاقلی که فرودگاه جده یکی از فرودگاه‌های پررفت آمد منطقه و جهان به حساب میره که بهش میگن بوابة الحرمین، هر کسی که برای زیارت مکه و مدینه بره عادتا بیشتر پروازها در این فرودگاه هست و از این فرودگاه پرواز میکنن برمیگردن به کشوراشون. و به خاطر مسائل امنیتی کلن این فرودگاه‌های عربستان سعودی مجهز به دوربین‌های مدار بسته است و کوچکترین حرکتی که صورت بگیره زیر نظر ماموران هست در اونجا و هیچ وقت امکان نداره که همچین جنایتی صورت بگیره. اگر صورت گرفته باشه ما میگیم که کار زشتی بوده، کار بدی بوده. اما بیم یک سری بزنیم به خودتون، میدونید که در طی این دو هفته‌ای که گذشت چه توهین‌ها و چه اهانت‌هایی نسبت به عربستان سعودی، نسبت به عرب‌ها، نسبت به حرمین شریفین در روزنامه‌ها، در سایت‌ها و در صفحات اجتماعی ایرانی‌ها رخ داد. منتها ما اگر که اینا دم از غیرت میزنن، دم از شهامت میزنن، دم از دفاع از این دو نوجوان میزنن که در فرودگاه جده مورد تجاوز قرار گرفته، دوستان اگر این سفر رو نشون بدن، محاکمه دوباره دندانپزشک عراقی به اتهام تجاوز به 78 زن ایرانی، یک دندانپزشک در تهران عراقی الاصل به 78 زن ایرانی تجاوز میکنه. هیچ حرکتی ما ندیدیم، چون که این آقای دندانپزشک عراقی از شیعیان عراق بوده که در ایران زندگی کرده، در اونجا بزرگ شده و هیچ رگ غیرت مسئولان جمهوری اسلامی باد نکرد به خاطر 78 زن بیگناهی که مورد تجاوز قرار گرفتن. در کانسرتی که در شهر اربیل یکی از خواننده های معروف ایرانی داشت، به ده ها دختر ایرانی در اونجا اهانت صورت گرفت، اما جمهوری اسلامی هیچ صداش در نیامد، هیچ آخوند امام جمعه، هیچ کس در این مورد صحبت نکرد.
دانشجویان ایرانی در جمهوری آذربایجان. در اونجا بهشون توهین میشه، اهانت میشه، خاصتا به دانشجویان دختر. ضمن تفتیش بدنی دو دختر دانشجو اقدام به فیلمبرداری و عکسبرداری از دانشجویان نموده و عکس‌ها و فیلم‌ها را در برخی سایت‌های مربوطه منتشر نمودند. عوامل گمرک. اما ندیدیم که اینجا رگ غیرت آقای شریعت مداری و نمیدونم آیت الله فلان و حجت الاسلام علان باد کرده باشه برای این مسائل. همچنین به یک خبرنگار زن ایرانی در یکی از کشورها تجاوز صورت گرفت، در اونجا هیچ کس نیامد و از این مسئله حمایت بکنه که ایشون 30 نفر جوان سیاه‌پوست، دوستان اگه نشون 30 نفر جوان سیاه‌پوست ایشون رو مورد تجاوز قرار میده، یک خبرنگار زن ایرانی رو. اما در این مورد ما نمی‌بینیم که سر و صدایی از این آخوندها و از این نظام شنیده بشه. همچنین به گردشگران زن ایرانی در سواحل دبی بارها تجاوز به عنف و دوستان اگر نشون بدن این سفر رو صورت گرفته، اما هیچ وقت رگ غیرت آیت الله های ایران باد نکرده. تشکر میکنم عزیزان. اما نکته جالب این است که امروز خانواده این دو نوجوان، این روزنامه اطلاعات است دوستان، من از صفحه رسمی این روزنامه گرفتم، اطلاعات، سه‌شنبه 25 فروردین، نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با حضور نماینده قوه قضاییه سازمان حج و زیارت و وزارت خارجه در محل این وزارتخانه برای بررسی حادثه جده گفت در این جلسه خانواده دو نوجوان که مورد بی‌حرمتی قرار گرفتند، ببینید قبلا تجاوز میگفتن حالا بی‌حرمتی، تاکید کردند که تجاوز رخ نداده و بیشتر آزار و اذیت و بی‌حرمتی اتفاق افتاده است. احمد امیرآبادی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت این جلسه با حضور دو نماینده مجلس، یعنی بنده و دواتگری مدیر کل حقوق بشر قوه قضاییه و نماینده از سازمان حج و بعثه رهبری وزارت خارجه برای بررسی حادثه جده برگزار شد. وی افزود در این جلسه ابعاد این حادثه با حضور خانواده دو نوجوان مورد بررسی قرار گرفت. ما بعد از این جلسه با آنها صحبت کردیم و خانواده دو نوجوان موضوع تجاوز را کاملا رد کردند. این همه سر و صدایی که در این چند روز به راه انداختن، چه توهین‌ها و اهانت‌هایی که نکردن، آخرش هم خودشون اعتراف کردن روزنامه رسمیشون که کلاً این قضیه دروغ بوده. اما شاید بعضیا بپرسن پس چرا این همه سر و صدا، تظاهرات جلوی سفارت عربستان و نمیدونم توهین به قوم عرب، توهین به عربستان سعودی، تو این به مقامات این کشور؟ هدف اصلی میدونی چی بود؟ هدف اصلی این بود که مردم را از سفر به حرمین شریفین و خانه خدا و مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم منصرف بکنن و به سوی بتکده های شرک زده خودشون دعوت بکنن. دوستان این خبر رو نگاه کنم. در پی تعرض جنسی در جده، طرح لغو موقتی سفر حج و عمره در مجلس. ببینید این همه برنامه ریزی و بزرگ کردن و این قضیه رو بهش پروبال دادن، هدفش این بود که مردم رو از این سفر روحانی، مردم رو از تماس با مسلمانان جهان، با موحدین، و اینکه اعتراف خود آقای قزوینی هست که میگه که بیش از 200 نفر رو برده بود از طلبه ها، 30 نفر تلفات داده و این نشون میده که اینها برای دور نگه داشتن مردم از اسلام، از توحید، از یکتاپرستی حاضرن که از هر روش زشتی استفاده بکنن. پس هدف اصلی از این همه برنامه سازی اینا چی بود که بگن که آقا سفر عمره لغو بشه و دیگه کسی به عمره نره، که این هدف
اصلی اینها بود. دوستان این قدس آنلاین هم ببینید که چطور فتنه انگیزی میکنه این روزنامه. واکنش تند مراجع تقلید به حرمت شکنی ماموران سعودی، طرح یک فوریتی مجلس برای تحریم عمره، احترام و امنیت عمره گذاران را فدای یک مستحب نکنید. تشکر میکنم. دوستان این خبر را هم نشون بدن. تاکید خانواده دو نوجوان بر بی‌حرمتی در فرودگاه جده و رد تجاوز. علی کل حال ما حتی اگر بی‌حرمتی هم صورت گرفته باشه به هیچ وجه جایز نیست توهین کردن، اهانت کردن، بی‌حرمتی کردن و کوچکترین بی‌ادبی در مقابل زوار بیت الله الحرام محکوم است از هر کسی میخواد باشه، از عربستان میخواد باشه، از مامورین عربستان میخواد باشه، از مشایخ و علمای عربستان باشه، از هر کی میخواد باشه. جالب بود که همین که من داشتم سایت ها اینا رو میگشتم دیروز بود، قبل از اینکه خانواده این دو نوجوان رد بکنند قضیه تجاوز رو، در یکی از سایت های مذهبی اینا نوشته بود که این دو افسر پلیس عربستان اعتراف کردن که تجاوز به این دو نوجوان رو بنابر فتوای علمای عربستان سعودی انجام دادن. تصور بکنید که چقدر یعنی کینه و دشمنی اینها رو از حق و از حقیقت دور بگردانه که حاضرن که هر تهمتی هر اهانتی رو نسبت بدن به مخالفینش. همونطوری که گفتیم این رو عبادت میدونن و جایز میدونن که در قبال مخالفینشون از هر حربه‌ای که میتونند استفاده بکنن. Ah 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 ah